است بین زن و شوهر، زن و به اصطلاح همسر صیغه‌ای، فرزندان اونها، زن صیغه‌ای و زن واقعی، زن عقد که در عقد دائم است و غیره و غیره و غیره. ایجاد تشنج، به وجود اومدن بچه های ناخواسته که نتیجهش یکی از سه چیزه: یا یک مهر به غلط، چون اون بچه گناهی ندارد اصلا، به غلط یک مهر حرامزادگی به اون میزنن اگر بچه رو بپذیرند تا آخر عمر، یا بچه رو باید ساقط کنن، سقط جنین. و اینجا پرانتزی باز کنم، روزی برای راجع به این صحبت کنیم خانم آقایون، فاجعه عظیمی است، گناه کبیره است، قتل نفس است. مبادا خانم ها و آقایون تحت هیچ عنوانی مگر اینکه جان مادر تشخیص داده بشود توسط پزشکان مؤمن متخصص که حتما و قطعا جان مادر در خطر است، بچه به دنیا بیاید مادر حتما میمیرد، اون مسئله دیگری است. من غیر اون سقط جنین حرام است، کشنده، قتل نفس است، کشتن موجود بیگناه است. هرچه در وحشتناکی اون بگوییم کم گفتیم. اگر خانم آقایونی قصد این کار رو دارند، از قصدش هم توبه کنند. با اونها که نمیدونستن، فکر کردن نطفه است، جنین، هنوز انسان نیست و این کار رو کردند، نه فردا، نه یک ساعت بعد، نه بعد از بحث من، همین الان از صمیم قلب توبه کنند و بگویند یا الله نمیدونستیم، ما رو ببخش، عفو کن. نه تنها نمی کنیم از این به بعد، بلکه دیگران رو هم مانع می شویم با امر به معروف و نهی از منکر و توضیح که به این جنایت بسیار 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 عظیم دست نزنن. بله. و یا اینکه بچه را به دنیا می آورند و سر راه می گذرند، این هم جنایت بسیار عظیم دیگری است. همه نتیجه صیغه و یا زنا که او هم از گناهان بسیار بسیار عظیم است. نتیجه اینا خانم آقایون افزایش فساد جنسی در جامعه است. چون یک ساعت هم میشود صیغه کرد، نیم ساعت هم چه فرقی دارد با فحشا، کسی که به خانه های فساد برود. البته اینجا پرانتز دیگری باز کنم، شایع بود، امیدوارم دروغ باشد، امیدوارم غلط باشد، که جماعتی پیشنهاد کردن یا تصمیم گرفتن در کشور عزیز ما خونه های عفاف دایر کنن، به قول مشهور، یعنی خونه هایی که عده‌ای بروند، زنهای صیغه اونجا باشن و صیغه بشوند. این کار حرام و ممنوع و ایجاد خانه فساد است. امیدوارم همون آقایونی که شهامت نشون دادند و بعد از استدلالات و انتقاداتی که راجع به عزاداری حضرت حسین به این صورتی که جریان دارد محدودیت های قائل شدن، امیدوارم به عنوان قدم اول باشد و فقط برای خدا باشد، این شهامت رو هم داشته باشند و قدم جلو بگذارند و جلوگیری بکنند از وجود چنین خانه های فسادی. و اگر خدایی نکرده در جایی دایر شده است، فورا اون رو تعطیل کنند، چون به ضرر جامعه است. چرا؟ چون خلاف فرمان الله، سرور عزیز و پادشاه و معبود بی انتها بزرگ ماست جل جلاله. خب مراجعه کنیم خانم آقایون به قرآن کریم و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه. هیچ وقت فراموش نفرمایید عزیزان که قرآن امام ماست، طبق خود قرآن، و از قبل از او هم کتاب موسی امام و رحمت بود. یعنی الان قرآن هم امام است، قرآن امام است. بارها عرض کردیم امام و رهبر مطاع نه تنها ماست، بلکه امام مطاع حضرت محمد هم هست. یعنی اون بزرگوار هم
از قرآن اطاعت می کند و پیروی می کند و قرآن رو اجرا می فرماید و به بهترین شکلی در اصول فروع هر چه اسمش رو بگذاریم قرآن رو در زمان و مکان خود اجرا فرموده است. درود الله تعالی بر او باد و هر کس که پیرو او شد تا روز رستاخیز. بارها به محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله می فرماید اتبع ما یوحا الیک من ربک، از تبعیت کن از اونچه از سرورت به تو وحی می شود. و به ما می فرماید تبعیت کنید از اونچه از سرور از به قرآن کریم، اونچه به پیامبر وحی شده، اونچه به شما وحی به شما وحی شده، یعنی از طریق پیامبر به جامعه اسلامی وحی شده است. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و از غیر اون از کسانی چیزی پیروی نکنید. قرآن کریم راه رو به ما نشون میدهد و پیامبر بزرگوار به بهترین شکل رو اجرا فرموده است. ببینیم قرآن چه میفرماید و بیاد خانم آقایون بیارم اون گفته بسیار مشهور حضرت باقر رو، حضرت امام محمد باقر رو که درود خدای متعال بر او باد، که ایشون هم میفرماید اذا حدثتكم بشيء، وقتی من سخنی رو به شما میگویم، یعنی او که باقر العلوم ما در حضورش الان بودیم میفرمود صیغه حلال خدایی نکرده، ما موظف بودیم طبق فرمایش خودش بگیم یا امام صادق دلیلت از قرآن چیه؟ فسالونی عین هو من کتاب الله، بپرسید دلیلت از قرآن چیه. البته اگر این روایت رو هم نداشتیم نداشتیم، طبق قرآن باید بپرسیدیم که دلیلتون، چون دین در کتاب، هر کس سخنی میگه از پیامبر اسلام میپرسیدن که از کنم مقصود از این که الذین یلم، کسانی که ایمانشون رو به ظلم آلوده نکردن چیه؟ چون چه کسی است که ایمانشو با ظلم یه ستمی کرده؟ به هر حال و قرآن هشدار میدهد بر علیه این، فرمود مگه قرآن رو نخوندید؟ میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، شرک البته ظلم بزرگیه. خود اون بزرگوار برای تعلیم قرآن از قرآن استفاده میفرمود و قرآن رو با قرآن به اصطلاح امروز ما تفسیر میفرمود و تعلیم میداد در به اصطلاح به امر واقعیش. حال ببینیم کتاب عزیز چه میفرماید. خانم آیون در دو سوره بنای ما بر اختصار است به علت وقت کم، سوره مبارکه مؤمنون و سوره مبارکه المعارج، هر دو سوره مکی هستند، در مکه نازل شده اند. خداوند تبارک و تعالی ببینیم چه میفرماید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، مؤمنون، سوگند که مؤمنون رستگار شدن. البته مؤمنون نجات یافتن، رستگار شدن. مؤمنون چه کسانی هستند؟ کسانی که در نمازشون خاشند و کسانی که از لغو، سخن لغو، عمل لغو، بیهوده پرهیز میکنند و کسانی که زکات میدهند و کسانی که ناموسشون رو، قسمتهای تناسلی بدنشون رو حفظ میکنند، قسمت‌های جنسی رو حفظ می‌کنند. مگر اگه این آیه رو داشتیم هر نوع رابطه جنسی حرام می‌شد خانم آقایون. ولی بعدش رو نگاه کنیم، مگر بر دو دسته، یکی بر زوجهاشون، زن عقدی دائم یا شوهر عقدی دائم، یکی بر ملک یمین. ملک یمین اسیرانی بود که به جنگ مسلمین اومده بودن، یعنی در میدان جنگ اسیر می‌شدن. مسلمان ها انشاءالله در بحث بردگی خواهیم دید دو راه داشتن طبق قرآن، یا این اسیران رو چه مرد چه زن فدیه بگیرند آزاد کنند، یعنی شما اسیره ما رو پس بدید ما اسیره شما رو پس میدیم، یا اسیراتون رو پس میدیم در مقابل به ما اسلحه بدید پول بدید، اونا اومدن مسلمین رو کشتار کنن، نوامیسشون رو از بین ببرن. فقط این دو راه، راه سومی نداره، قرآن نفرموده. اما مسلمین طبق سنت‌های غلطی که در جامعه بود و مسلمین اصلاحش کردند، اسلام اصلاحش کرد، این زنها رو یا مردها رو مدتی در خونه به عنوان عضو خانواده نگه می‌داشتند، به عنوان عضو خانواده. حال اگر این خانم مسلمان می‌شد، یکتاپرست می‌شد و راضی به ازدواج بود، می‌شد باهاش ازدواج کنند. شرایطش سهل‌تر بود، مهر 1000 سکه طلا نمی‌خواستند از آقای خواستگاری آقای داماد، با یکی از این دوتا. فانهم غیر ملومین،
اینها ملامت شده نیستن. آیه بعد رو دقت بفرمایید. هر کس، پس هر کس ورای اون رو به جویت تقیانگره، عاده. ورای اون زن دائم می شود انواع روابط جنسی، من جمله عرض کنم روابط با مردگان، روابط با حیوانات و غیره و غیره، چیزایی که اصلا نمیخوام به زبون بیارم، زبونم رو آلوده کنم از شدت زشتی. به هر حال فقط بر زن دائم یا ملک یمین، یک زن آزادی که به صیغه عقد دائمی در میاد، یا زن اسیری که مسلمان شده است و راضی به ازدواج است، ازدواج دائم و به ازدواج دائم در میاد. خب ورای این ممنوع است، من جمله زن صیغه‌ای. حالا خواهیم دید زن صیغه‌ای، نه این محسوب نه اون، احکام زن دائم رو نداره. همچنین در سوره با عظمت المعارج فرمایش به همین معنا رو تکرار میکنه، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که فروج قسمت های تناسلی بدن رو حفظ میکنند مگر بر ازواجشون یا ملک یمینشون، آنان ملامت شده نیستند، فانهم غیر ملومین، اونها غیر ملوم هستن، اونها ملامت شده نیستن، کار بدی نکردند، اونها حرج برشون نیست، کار درستی کردند. پس هر کس ورای اون رو بجوید، اونها فاولائک هم العادون، اونها عاد هستن، تعدی کردن، متجاوزن. حال زن صیغه خانم آقایون احکام زن دائم رو ندارد، چون زن دائم حق نفقه دارد، ولو اینکه خودش ثروتمند باشه، خرج خانواده از جمله همسر زن به عهده مرد است، که این رو انشاءالله در بحث ازدواج اسلامی بررسی میکنیم و واقعا معجزه است تدابیری که اسلام برای استحکام و دوام خانواده کرده. یکیش همینه، خواهیم دید. زن دائم طلاق داره؟ بله. زن صیغه حق نفقه نداره، زن دائم داره. زن دائم طلاق داره، یعنی اگر خدای نکرده دیدن نمیتونن با هم بسازن، طلاق داره با شرایطی. ولی زن صیغه اصلا طلاق درش نیست. در صیغه عقد دائم همچنان که دیدیم مدت معین نمیشه، در اونجا مدت معین میشه، یعنی حتی اگر مدت 10 سال هم تعیین کنن، بچه هم به وجود بیاد و بچه سرپرستیش هم به عهده بگیرن، محیط مسمومیست، ناسالمیست، چون میدونند که این ازدواج بعد از 10 سال، بچه وقتی 11 ساله شد، 10 ساله شد، این ازدواج تموم میشه، به هم میخوره. میگن خب بعضی ها صیغه 99 ساله میکنن، عرض میکنم شوخی میفرمایید؟ اگه صیغه 99 سال است چرا نمیگن دائم دیگه؟ کی 99 سال زنده است؟ کسایی که 99 سال زندن و از 100 سال میگذره تو روزنامه ها و مجلات و تلویزیون ها راجع بهشون صحبت میکنن، انشالله عمر همتون 120 سال و بیشتر باشد. خب بگوین عقد دائم دیگه، چرا یه چیز خلاف قرآن بگوین؟ زن دائم ارث میبره، زن صیغه ارث نمیبره خانم آقایون، و احکام متعدد دیگر، یعنی زن صیغه زن واقعی محسوب نمی شود. اجازه بفرمایید این رو هم از روی رساله جناب آقای خمینی بخونیم. در قسمت متعه یا صیغه ایشون می گویند مسئله 2424، زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجی ندارد، در حالی که چند صفحه قبلش ایشون هم میگوین، درست هم میگوین اون رو، که زن دائم حق نفقه داره، حق خرج داره. بعد زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجی ندارد، زنی که صیغه شده حق همخوابگی ندارد، از شوهر ارث نمیبرد و شوهر هم از او ارث نمیبرد، در حالی که زن دائم هم حق هم خوابگی دارد، هم از شوهر ارث میبرد، هم شوهر از او ارث میبرد. زنی که صیغه شده اگر نداند حق خرجی و هم خوابگی ندارد، باز با وصفین عقد او صحیح است، برای اون که نمیدانسته حقی به شوهر پیدا میکند، یعنی هیچ حقی در واقع زن صیغه‌ای نداره، فقط برای کامجویی و لذت بخشی است، همین و همین و همین.
و احکام دیگری که در این زمین است. پس احکام زن دائم رو زن صیغه‌ای نداره، بنابراین زوج محسوب نمی شود، چون احکام زوج رو که قرآن کریم می فرماید و آقایون به اون معترف هستند ندارد. البته می دونید نظر ما این است که بر قرآن تکیه کنیم، اما روایاتی هم هست که نمی گویم همه روایات غلطه، روایات درست هم هست، تمام فرقه های اسلامی متفقن بر بعضیاش. من جمله روایتی نقل کنم که هیچ تکیه بروش ندارم، کتاب التهذیب و الاستبصار شیخ طوسی. خانم آقایون می دونن شیخ طوسی در ردیف بقیه نیست، دو کتابش از کتب اربعه اند. عزیزان اهل سنت 6 کتاب دارند، عزیزان شیعه 4 کتاب دارند. این 4 کتاب که تهذیب و استبصار، دو تا از اون کتب اصلی هستند، کتاب کافی و کتاب من لا یحضر الفقیه، دو تای دیگر، یعنی منبع مکتبند، اصل مکتبند، احادیثشون صحیح ترین احادیث شمرده میشه. در هر دو کتاب از علی علیه السلام نقل میکنند که فرمود حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی خدا، رسول الله در روز خیبر، اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده، در روز خیبر، جنگ خیبر، گوشت الاغ و الاغهای اهلی و نکاح متعه رو تحریم فرمود. حدیث است گفتن، و چون خلاف قرآن هم نیست حرام بودن متعش و تحریم گوشت الاغ، او رو هم میتونیم قبول کنیم. ولی نکته برای ما این است که سوره مبارکه المؤمنون و المعارج مکی هستند، در از مکه حرام شده این قضیه، نه فقط در مدینه. بنابراین این روایت رو باید حمل کنیم، برای اینکه احتمالاً عده‌ای اومدن پرسیدن اجازه میدین، در فشار هستیم، این کار. ایشون هم بهشون فرموده نه خیر، جایز نیست. باز کنم عده‌ای هم شنیدن گفتن حرام فرموده، و الا این روایت هم نداشتیم، یا عده‌ای بیان میگن اصلا معتبر نیست. خب نباشه، قرآن کریم رو که داریم.